با سلام خدمت دوستان گروه دنتال کیس، همکار عزیزمون در مورد تست پاپیلا سوال کردن. من جای خودم ندیدم که اسمش تست پاپیلا باشه، ولی خب من بهش میگم تست پاپیلا. موقعی که ما بیمار از در واقع جویدن مشکل داره، در هنگام جویدن مشکل داره یا با دق کردن، ممکنه گیر غذایی باشه. برای تست گیر غذایی بهتره که این کار انجام بشه. فرض کنیم این پاپیلا درگیر باشه، ما اگه بخوایم درد بیمار رو بازسازی بکنیم، بیمار میگه هنگام فشار درد دارم. شما یه انگشت رو میذارین قسمت پاپیلای لینگوالی یا پالاتالایی، یه انگشت دیگه هم قسمت باکال، به این صورت فشار میدید محکم. بیمار اون حس در، اگر بیمار اون دردی رو که در واقع حس میکنه بازسازی کردیم و گفت، اون احتمال زیاد گیر غذایی باشه. برای تست لمس، وقتی که ما قسمت‌های پایین رو لمس می‌کنیم، بیمار درد شدید در این نواحی داره، احتمال بسیار زیاد درد ما درد اندودنتیک هست و در واقع ربطی به درد پریودنتال در قسمت بالایی نداره. پس تست پاپیلا، حالا که اسمش رو می‌ذاریم پاپیلا، به این صورت روی مثلث پاپیلا قرار میدیم، با کالینگوال محکم فشار میدیم. و برای اینکه در واقع یه مقایسه‌ای داشته باشیم، باید قسمت‌های دیگر هم در واقع امتحان بکنیم و به بیمار بگیم که تفاوت دارد یا ندارد. تست پاپیلا، تست پاپی نه، پاپی در زبان انگلیسی یعنی طول سگ. ما بهتره که پاپی نگیم، حالا غلط مصطلحی است، پاپیلا، تست پاپیلا.